با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و در روزهای چهارشنبه ما خدمت شما با کتاب مستطاب شاهنامه میاییم و داستان رستم و اسفندیار رو خدمتتون میخونیم. مدتی است همونطور که مطلع هستید، هر شبت که داستان اتمی هم امضا رسید. بله، در واقع این دومین هوس ملایان بود که در اون در واقع رویاهای هولانگیزی که برای مملکت که خب اجرا گذاشتن برای منطقه داشتن و عقب نشینی و شکست و غلط کردم نفهمیدم ببخشید مبدل شده است. اولیش ایده های جهانگیری روح الله خمینی بود. وقتی وارد ایران شد، عرض کنم که اون شلوغی ها رو دید، این مردم دنبال اون نبودن، مردم دنبال آزادی بودن، شوق آزادی بود نه شوق روح الله موسوی خمینی. باری کلا گذاشتن رو سر ملت و داستانایی که میلیون ها بار شنیدید من تکرار نمی کنم. اما وقتی این دید گوه محمد و پیش خودش گفته دیگه، رفت مکه، کی اومد استقبالش؟ یا ابو سفیانی اومد و چند نفر اینا، ببین ما چه خبر کارمون. خلاصه یابو، به قول عوام یابو برش داشت و اندیشه به آب ریختن اسرائیلی ها و نمیدونم گرفتن آمریکا و شیعه کردن روسیه و اینها، وقتی جنگ شد این خوشحال بود، برکت ها میگفت. و بعد هم شکست خورد آقای، بعد هم اون داستان جام زر که اونم دیگه کلیشه شده اینها. این سید علی هم همینطور. حالا آمدن میگوین که اصلا حرام، آقا حرامه اینها رو برای مصرف داخلی، برای مصرف داخلی میگوین چه چیزی حرامه؟ مردک چه میگی؟ خودت میفهمی چه میگی؟ اگر حرامه چرا دزدانه پنهان از مردم میلیاردها دلار ثروت مملکت رو برین زیر این کوها که چه میکنید؟ ما برای تحقیقاتمون نیازمند اورانیوم غنی شده هستی. مثل کسی که یه استکان شیر بخواد بره 80 تا گاو بخره بیاره یه چیز کنه توی آقالی بکنه، بگه من آقا صبح یه استکان شیر لازم دارم، یعنی آقا این همه گاو خریدی چه کنی؟ همه دنیا وقتی میخواد آقا استفاده بکنن اورانیوم غنی شده تو بازار میخرن، قیمت بسیار ارزانتر، صدها هزار بار ارزانتر از این که شما معدن رو برید بزنید تصفیه بکنید. و بعد این دستگاه ها و این تشکیلات رو ما برای تحقیقات ما میخواستیم. اصلا بمب اتمی ساختنش حرامه. این کلا شرعی دوباره این آقای ظریف هم همینا رو میگه. باری حالا یه دم کشیدن به خیابون، کیا میان به خیابون و به چه دلیل میان به خیابون؟ بهترین تحلیل رو آقای بنی‌صدر کرده. من شما رو در واقع حواله میدم به سایت ایشان. آقای بنی‌صدر نکته به نکته در جواب سوالهای مهم پاسخ داده و پاسخ بایسته و شایسته داده، چون ایشون بهترین آخوندشناس و در واقع بهترین کسی است در باب تحلیل هایی که مربوط است به این ملایان و ذهنیت اینها و عرض میکنم که کارهاشون. بخوانید ببینید که آقای بنی‌صدر چه گفت. حالا عرض من این هست که در ایران ما چرا مردم نمیتوانند تجمع کنند جز اون که رژیم بخواهد؟ حالا چه کسانی شادی میکنند؟ همون به قول یکی از دوستان، همون پشت سواران و عرض کنم کسایی که منافع داشتن در این بدبختی و منافع خواهند داشت در آینده ارتباطات دول غربی با ایران. چیزی دست ملت نمیرسد. همه این درز میکنم که قراردادها و نمیدونم اجازه صادرات و واردات و این کنترکت های گران و اینها باز نصیب اون عده می شود که امروز پشت سوار هستن، شادی و نشاط بکنن. برای چی شادی می کنی؟ در واقع
میگن آقا خیلی خوب شد برای ایران، آقا خیلی عالی شد، چنین شد و چنان شد و مردم شادی میکنن. آقا بیاد یکی از اینا بپرسه چرا شروع کردید و بعد از این همه در واقع کسی محاسبه بکند ضرر و زیانی که به این ملت وارد شده تا این مدت و اون چه ملت نساخته، یعنی میگوین opportunity cost، یعنی هزینه فرصت‌های از دست رفته روی هم حساب بکنن، من فکر میکنم از 1 تریلیون خیلی بالاتر خواهد شد، چون میگوین که این هزینه این کارها حدود 200 تا 300 بیلیون دلار بوده اینا. اما برگردیم سر این قرارداد، اینها هر چه خواستن از ایرانی گرفتن، چیزی بهش ندادن، در واقع تسلیم شدن. اون سرنیزه که من عرض کردم، تا سرنیزه نیاد اینجای آخوند عرض کنم که سر میز نمی نشینه، این سرنیزه به اینجا رسیده بود دیگه، چیزی نمونده بود. در واقع من بکنم 6-7 ماه دیگه این تحریم های دامشان میکرد، یک حوادث ممکن بود در اینا اتفاق بیافته، چون دیگه عرض کنم که پولی نداشتن این ملایان. و حالا جشن میگیرن بله چنین شد و چنان شد و بیان به آقای روحانی چیز بکنید و این حرف ها. این روحانی هم نگاهش میکنی مثل این شاه داماد های مسقطه، هر موقع نگاهش میکنی انگاری که شاه داماد از حجله آمده بیرون اما ایرانی نیست، اهل مسقط اون طرف هاست، یه جوری نمیدونم این احساس من نسبت به این آقاست. بله این قصه پرقصه داستان اتم آخوند و طور این قرارداد رو نوشتن که اگه قرار بود یک روز ایران هم صاحب عرض کنم نیروی اتمی بشود رو فکر میکنم و این وجه از دست داد. شما بایستی نمیدونم اورانیومی هایی که چیز کردید به روسا بدهید، اونهایی رو که تقلیص کردید شدر آشغال بهش اضافه کنید، اینجا رو ببندید، اونجا رو ببندید. بعد میگم عزت ماست، عزت ماست که نگذاریم که اینا بیان نمیدونم پایگاه ها ما رو ببینن. اجازه به ما یک فرصتی، یک نوتیسی، یک اطلاعی بدهید، اشکالی ندارد. یعنی اون گردن کلفتی هایی که آقای خامنه‌ای میکره داره دسته و اینا، یه صفیحی هم گفته نمیدونم فکر میکنم این محسن رضایی بود، اگه در صورت جنگ با آمریکا، آقا اینا دارن با هم نشستن مذاکره، چه جنگی؟ میخواد بگه ما داره عزت هستیم و داره شکوه هستیم و اینا، در صورت جنگ ما 1000 نفر آمریکایی میگیریم و چنین چنان میکنیم. حرفایی که واقعا نمیدونم چه باید گفت به این دوستان ملا. هر سبت که اجازه بدید برگردیم، چون صدها بار این داستانها رو شنیدید واقعا من واردش نخواهم شد، اما مایه ننگ بوده واقعا این داستان. خب این داستان در واقع کتاب شاهنامه، دیروز با دوستی صحبت میکردم، کتاب داستان نیست، کتاب حسین کرد شبستری و امیر ارسلان رومی نیست به بچی که عرضه میشد، کتاب حکمت تاریخ است و تجارب این ملت، تجارب این ملت. داستان جمشید رو خدمت شما عرض کردم که چگونه بعد از 1000 سال چگونه تکرار شد به دقتی که پنداری کسی در آینه نگاه کرده و این همون داستان دوباره بازسازی شده. در واقع وقتی که ضحاک آمد، جمشید به لحاظ این که سازندگی بسیار کرده بود، اون چه ابداع و اختراع برای لازمه مدنیت بود رو جمشید اختراع کرد، اما وقتی به خودکامگی رسید و منم منم زد و منم منم گفت، هیچ که نگفت این آقا نمیدونم جاده کشیده، این آقا نمیدونم آهن رو استخراج کرده، این آقا آلات جنگ به ما یاد داده، این آقا خانه سازی به ما یاد داده، این آقا کشاورزی به ما یاد داده، اینها نه، به محضی که خودکامه شد و مردم رو در نظر نگره و بزرگان کشور رو در نظر نگره و همه عقاید خودش رو تحمیل کرد، چی شد؟ فره ایزدی از او جدا شد و ضحاک تازی بر او پیروز شد. و داستان این است که میگوید سواران ایران همه شاهجوی دنبال شاه میگشتند، پادشاه جدید و سمت ضحاک رفت. این داستان خمینی این همون داستان ضحاک است، این داستان داستان جمشید و ضحاک
در واقع. و عرض کردم این تجربه تاریخی است. اینجا موضوع آزادی است، یعنی در اون مایه واقعا مهمه کتاب داستان رستم اسفندیار، موضوع آزادی و عزت است، عزت انسان و آزادی است و مرگ رو بر اسارت ترجیح دادن. چون رستم خب میتوانست بگوید خب ما میخوام بالاخره زندگی کنیم، هر کی باید زندگی کنیم، یا آقا دست ما رو ببند ببر پیش گشتاسپ پادشاه ایران اینا، اما مرگ رو ترجیح داد به لحاظ اینکه دانسته بود که هر که اسفندیار رو بکشد عمری نخواهد کرد. و البته رستم هم به خیانت شغاد برادرش کشته شد. حالا چرا رستم به دست برادرش کشته میشه؟ این هم حکمت تاریخی است. هر کسی خدمت کرد و علم شد در جامعه و در واقع در راستای سعادت مردم توسط نزدیکان، توسط نزدیکان معمولا در واقع به خیانت شد و خنجر از پشت در راه رستم چاه کند برادرش و در اونجا نیزه ها گذاشت و شمشیرها گذاشت و رستم و رخش هر دو با هم به درون چاه افتادن و فردوسی زاری میکند دریغا گوا، دریغا گوا شیر دل رستما، فروزنده تخمه نیرما، گوا شیرگیرا یلا مهترا، دلاور جهانگیرا کنداورا. در مرثیه رستم اینا همه حکمت تاریخ هست و جلوه فرهنگ ایران زمین در جامعیتی که در هیچ کتاب دیده نشده است. چون بقیه کتب ما مثل مثنوی اینها بسیار 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 عالی هستند، اما رنگ ایرانی این کتاب ها کم کمه. اینها در واقع بیشتر رنگ سماتیک داره، رنگ اون سوی دجله، همش داستان قرآن هست و تمثیلات قرآنی و داستان ابوبکر و داستان عمر و داستان نوح و ابراهیم و موسی. و نگاه کنید به مثنوی، تازه مولانا که یکی از بهترین آدم‌های ماست میگه بندازید دور این کلیله و دمنه و شاهنامه، میخونید چه کنید؟ بیا بشین قرآن خوانی کن. ببینید خب این جامعه ایست که در واقع از قرن سوم به بعد رفته 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 رنگ دینیش قوی‌تر شده و اون میتولوژی تبار سامی جانشین میتولوژی ایرانی شده. اما کتاب بزرگ فردوسی به حدی عظیم و به لحاظ هنری در حدی بوده که منسوخ نشده با این حرف ها و اون داستان ها و بر جای مونده، سربلند و درخشان، سربلند و درخشان. خب به هر حال برگردیم سر این موضوع. خب خب خواندیم تا اونجایی که رستم رفت به دیدار اسفندیار. پخته ترین بخشی از پخته ترین اشعار فردوسی در همین داستان به کار رفته، براتون خوندم. آمد کنار هیرمند، مرحوم هیرمند، و می‌فرماید از آن سو خروشی برآورد رخش، و از این سو اسب یل تاج بخش. رخش شیهه کشید، اسب اسفندیار مقابل خیمه شیهه کشید. تمتن به خشک اندر آمد زرود، پیاده شد و داد یل را درود. پس از آفرین گفت که از یک خدای همی خواستم تا بود رهنمای، که این نام دارن در این جایگاه، چون این تندرست آمدی با سپاه. بگوییم به یک جای و پاسخ دهیم، که وضع خرابه. عرض کردم این جولیوس فون مهر مصحح این کتاب فارسی رو در فرانسه یاد گرفته بود و
بنابراین به این از کنم دقایق عروضی آشنا نبود زیاد. این است که بعض اوقات ببینیم حتی قافیه هم از دست رفته، اما کتابش از اعتبار ساقط نشده. با این همه مثلا این بگو این به یک جای پاسخ دهیم باری همون در سخن رای فرخ نهیم، چون این دان که یزدان گوای من است، خرد زین سخن رهنمای من است. که روی سیاوش اگر دیدمی، از این تازه رویی نگردیدمی. نمانی همی جز سیاوخش را، مرون تاجدار جهان بخش را. حالی مصحح محترمی گفته است که آقا این فقط باید سیاوخش باشد. آقا از کجا هم چه حرف میزنی؟ سیاووش آمده، سیاوخش آمده، سیاوخش هم آمده. حالا اگه صحیح سیاوخش هم هست، به ضرورت شعری سیاووش، سیاوخش، اینا همه صحیحه. این خطا نیست که ما بگوییم سیاوش یا سیاوخش. بله، هر جا که در واقع ضرورت وزن بوده سیاوخش آورده، بعد سیاووش آورده یا سیاوخش. خب اینجا میگوید سیاوخش. نمانی همی جز سیاوخش را، مرون تاجدار جهان بخش را. سیاوخش وقتی که به دنیا آمد، در واقع کیکاووس او رو تحت تعلیم رستم گذاشت که این رو ببر، این بچه رو ببر و تعلیم بده. دست پرورد رستم بود. بنابراین قتل او رستم رو بسیار محزون کرد و غمگین کرد و همواره این درد مرگ سیاووش در دل رستم بود. اینجا میگوید تو کاملا شبیه سیاوش هستی. بله، خنک شاه کنچون تو دارد پسر، به بالا و فرت بنازد پدر. خنک شهر ایران که تخت تو را، پرستند و بیدار وقت تو را. دو جنبخت اون کس که با تو نبرد، بجوید ز تخت اندر آید بگرد. همه دشمنان از تو پربیم باد، دل بدسگالت به دو نیم باد. تو بشنید گفتارش اسفندیار، فرود آمد از باره نامدار. سوار اسب ایستاده بود گویا. باره به معنی دیوار و دش و باره به معنای اسب است. بیشتر در شاهنامه به معنای اسب آمده، اما به ضرورت معنی حصار و دیوار آمده. خب چو سهراب از دیده آوا شنید، به باره برآمد سپه بنگری. یعنی وقتی دیدبان فریاد کرد که لشکر آمد در دژ سپید، سهراب آمد روی دیوار و نگاه کرد به سپاه ایران. خب همه دشمنان از تو پربیم باد، دل بدسگالت بدونیم باد. همه سال بخت تو پیروز باد، شبان سیه بر تو نوروز باد. چو بشنید گفتارش اسفندیار، فرود آمد از باره نامدار. تن پیلتن را ببر در گرفت، چو خوشنود شد آفرین برگره. که از دان سپاس ای جهان پهلوان، که دیدم تو را شاد و روشن روان. سزاوار باشد ستودن تو را، یلان جهان خاک بودن تو را. خنک آن که چون تو پسر باشدش، یکی شاخ بیند که بر بایدش. خنک اون که باشد ورا چون تو پشت، بود ایمن از روزگار درشت. بدیدم
تو را یادم آمد زرید سپهدار پیل افکنه نرشید. بدو گفت رستم که ای پهلوان خردمند و بیدار و روشن روان، یکی آرزو خواهم از نامدار که باشد بر این آرزو کامکار. خرامان که آیی سوی خان من به دیدار روشن کنی جان من. رستم اینجا دعوت میکنه گرامی صدای خانم اهدیه رو شنیدی، صدای منحصر به فردی داشت، خاص خودشون بود. عرض کنم که هم در برنامه گلها اعتبار داشت اهدیه، هم خواندن ترانه های کوچه بازاری در فیلم ها، در واقع به جای فروزان و همزمان با ایشون ایرج به جای فردین در واقع بسیار مشهور شده بودن. باری عرض کنم که سخن موسیقی شد، دوست عزیز من آقای فریدون توفیقی از دیرباز با هنرمندان مملکت ما نشست و برخاست داشت. حالا در واقع لاف و گزاف میدونید که بین ما رایجه، یک کسی ممکنه از در خونه پرویز یا حقیر رد شده شه، آقا ما پرویز خانه میگی و ما شبا با هم بودیم چنین و چنان میکردیم. در حق مخلص هم میگن که آقا ما با هم عرق ها خوردیم، من چیکار کنم، 50 سال من عرق ندیدم باری. اما توفیقی به خاطر فعالیت های رسانی که در ایران داشت و علاقه مفردی که به موسیقی داشت، ضبط های نادر و کمیاب داره و در این زمینه بسیار گوشا و برنامه‌هاش بسیار با ارزش هست. امروز بعد از این برنامه فکر کنم آقای توفیقی هستن، منتها ما عادت کردیم نگاه کنیم و رد شویم. آقای توفیقی هم داره زحمت میکشه، این برنامه های خوب رو میاره، دعوت میکنه، اینا همش لازمه ارتباطات سابق هست، اینا همش لازمه دوستی هست، آوردن محمد حیدری، آقای عقیلی و دیگر هنرمندانی که هستن کار همه کس نیست، نمیان. آوردن همیرا کار همه کس نیست، وارد نمیشه ایشون جزی که اعتماد بکنه به یک کسی. آقای توفیقی مورد اعتماد هنرمندان بوده. غرض از این سخن این که برنامه های خوب رو پشتیبانی کنید، نه بطنان فقط تماشا و نیم بستن. که این مرد رو 50-60 سال نمیدونم سابقه در اینجا داره که حقوقی هم که دریافت نمیدونه. من ازش پرسیدم آقای توفیقی برای کاری که بکنید شما وجهی هم دریافت میکنید؟ گفت نه، من هم میام و میرم و این برنامه رو اجرا میکنم و اینا. یک در واقع آرشیو خیلی ارجمندی از مصاحبه با هنرمندان داریشون و برنامه های خیلی خوب. لازم دیدم این نکته رو یادآوری کنم خدمت شما هموطنان. خیلی خوب، دارن از هم تعریف کردن، گفت یاد زریر، اون گفت تو به سیاوش میمانی و چنین و چنان، و گفت من آرزو این است که شما بیاید مهمان من بشی. رستم داره میگه در واقع از خط اول شنید که بهمن چه میگه، مقصود اسفندیار رو فهمید که چرا آمدی کنار هیرمند که دستاشو ببنده ببره پیش گشتاس. اما داره حسن نیت نشون بده، میخواد کار به جنگ نرسه، دیپلماسی و حسن نیت کامل داره نشان میده. رستم یه کسی که نامدارترین پهلوانان روزگار، نامدارترین پهلوانان تاریخ، اینها حالا یه صفیحی آمده از این طرفدار جمهوری اسلامی که آقا کسی که پسرش رو میکشه من نمیخوام بچم ببینه فران اینا. خب این مرد نادان، ای جاهل، ای نمیدونم، از همه چیز بیخبر. آقا معنی تراژدی همینه، مراجعه کن به تراژدی های یونان، معروفترنش اونهاییست که یه کسی عرض کنم که مثل ادیپ پدرش رو میکشه، نمیدونم با مادرش ازدواج میکنه. اینا خطاهای انسانیست که اتفاق میفته. شما چه میگی؟ حالا داستان اینه که این رستم در واقع تصویر علی و نمیدونم تمام این کسانی که به شجاعت مشهور بودند و به ما نمیدونم تبلیغ کردند و اینها،
اونها رو پس زده، در صحنه رستم باقی مونده. هر شبت که همون اون نویسنده معروف قرن ششم فضائح الروافض و اینها میگوید این ملعون، مقصود این ملعون، این فردوسی از داستانهای مثل رستم و اسفندیار و رستم و سرخاب، سهراب میگوید سرخاب، تحقیر شجاعت علی ابن ابی طالبه. خب اون اینجوری فهمیده. در واقع مقصود فردوسی گزارش میتولوژی ایران هست که ارزش‌های این کشور و شخصیت‌های بزرگش و عرض کنم افسانه‌های ملی که اینا در واقع قرن‌ها سینه به سینه بیان بکنه. بله اینا حالا دارن در تداوم حرف همون آخوندهای قرن پنجم و ششم این کارا رو انجام میدن. حالا بمانن اما به جایی نمیرسن. باری میگوید سزای تو گر نیست چیزی که هست، بکوشیم و با اون بساییم دست. یه اون چیزی من شما رو دعوت میکنم، اگه سزاوار شما نیست سعی خودم رو میکنم، بکوشیم و با اون بساییم دست. چون این پاسخ آوردش اسفندیار که ای از یلان جهان یادگار، هر آن کس که او چون تو باشد به نام، همه شهر ایران به دو شاد کام، نشاید گذر کردن از رای او، گذشت از بر و بوم و از جای او. ولیکن ز فرمان شاه جهان، نپیچم روان آشکار و نهان. به زبان نفرمود ما را درنگ، نبا نام داران اون مرز جنگ. تو اون کن که بر یابی از روزگار، بر اون رو که فرمان دهد شهریار. گفت که خیلی معذرت میخوام اینا، اعلیحضرت نگفتن که ما از این کارا بکنیم و اینجا بیستیم و چنین و چنان کنیم. تو بیا و فرمان شاه رو اجرا کن، تن بده به فرمان پادشاه. داره. خب اینجا ما چه چیز رو میفهمیم از این داستان اسفندیار رو رستم؟ که پذیرش فرمان شاه حدی داره، تا اونجایی که شرافت انسان به خطر نیفته. خب گشتاس پادشاه ایرانه دیگه، رستم که قبول نمیکنه که پالهنگ به گردنش بگذارن و عرض کنم که دستش ببندن جلو اسب خنده داره، همچی چیز رو خواسته. خب تو اون کن که فرمان دهد شهریار. حالا موالت کاران میگوین که آقا این فردوسی چه فرمانی از اون چه فرمان شاه؟ مرد حسابی، آقا تو که اطلاع نداری پدر، آقا رو یک نگاهی بکن چه میگی؟ داره نقل قول میکنه فردوسی که چنین شد از زبان کسی. بسیاری از این موارد عرض کنم که نظر خود فردوسی چنین نیست. نظر فردوسی آن است که یک چنانچه پادشاهی بود مردمی، چون سیستمی جز پادشاهی نمیشناخته، او رو تأیید میکنه مثل فریدون، مثل کیخسرو. اگر کسی ستمگر بود در واقع به او بسیار سخت میگیره، همچنان که مقدمه داستان ضحاک نسبت به ضحاک، چون که خودکامه بود او رو سبکسر میگه، گاه او رو دیوانه میخوانه، به نزدیک اون شاه دیوانه شو. یعنی برای فردوسی تقدسی نداره این داستان شاه، مگر اینکه شاهی باشد که همه فضیلت ها رو دارا باشد مثل فریدون. این است که اونا کسانی که شاهنامه رو نفی کردن رد میکردن روی هم رفته آدم های بسیار بسیار نادان و بیسوادی بودن، یعنی کتاب رو نخونده بودن. باری هر سبب که تو خود بند بر پای نه بیدرنگ، نباشد زبند شهنشاه ننگ. میگه تو فورا خودت بند به پا خودت بذار، آقا ننگی نیست که شاهنشاه گفته که ببندیمت، ننگ نیست آقا، گله. کلام الملوک ملوک الکلام.
تو را چون برم بسته نزدیک شاه، سراسر بدو باز گردد گناه. من تو رو با این خفت که بکشن جلو چشم مردم خار کنم، همه مردم میگن ببین چه شاه بدیه، ای به گناهش میفته گردنش، خودش این خیلی مکافاته برای او، تو این کارو بکن. و از آن بستگی من جگر خستم، به پیش تو اندر کمر بستم. نمانم که تا شب بمانی به بند، وگر بر تا آید ز چیزی گزند. وگر یعنی ویا، میگه به جان جناب عالی خون جگرم از این کاری که میخوام بکنم، از این فرمانشا که تو رو ببرم، اما خدا شاهد است به ریش پرخون حبیب بن مظاهر، نمیذارم که تو تا شب بند به پات باشه، که باز میکنم بند تو. من پارتیم خیلی قویه، پسر شاه هم جانشینم، فقط میخوام فرمانش اجرا بشه. تو بیا این پالهنگ بذار، این بند بذار به گردنت، بیفت جلو. همه خوبی انگار ای پهلوان، بدی ناید از شاه خود بیگمان. از اون پس که من تاج بر سر نهم، جهان را به دست تو اندر نهم. یه وقتی این کاری کردم، شاه قراره به من پادشاهی رو بده، تاج که به سرم گذاشتم تمام دنیا رو در اختیار تو میذارم، که چیزی نیست که بابا جان. نه نزدیک دادار باشد گناه، نه شرم آید از تاج و از روی شاه. وگر بازگردی به زابلستان، به هنگام بشکوفه گلستان. بیابی تو چندان ز من خواسته، که گردد بر و بوم آراسته. بدو گفت رستم که ای نام دار، همی جستم از داور کامکار، که خرم کنم دل به دیدار تو، شوم شادمانه ز گفتار تو. دو گردن فرازیم پیر و جوان، خردمند و بیدار دل پهلوان. رستم در منتهای کهولتشه، یه تا آخر عمرشه، یه آقا ما دو پهلوان هستیم چنین و چنان. بترسم که چشم بد آید همی، سر از خواب خوش برگر آید همی. همی یابدن در میان دیو را، دل کش کند دلت کش کند از پی تاجگاه. یکی ننگ باشد مرا زین سخن، که تا جاودانه نگردد کهن. گفت داری اشتباه میکنی، طریقی که گزیدی مثلی که دیو وارد داستان شده، من چنین کاری نکنم. بله، این طرفی که تو میزنی یک ننگیست که تا تاریخ تاریخ هست برای من خواهد بود. حقیقتا فکر شایی بکنیم، اگر رستم دست به بند اسفندیار میداد، ما کوچکترین ارزشی برای او امروز هم قائل نبودیم. با همه کارهایی که کرده بود، اگر این رو میپذیرفت، دیگه پهلوان پهلوانان نبود، خردمند و بیدار دل نبود، آزاده نمی بود. چون رستم میدونید که پهلوان دربار نیست، مرد مستقلی است، دینی را هم نپذیرفته، اما خداشناسی میکنه، دین رسمی رو نپذیرفته، در دربار پادشاهان هم نیست، خودش مستقل در زابلستان هست، در واقع در معضلات بزرگ که پیش میاد، ایران به خطر وارد میشه، رستم میاد و کمک میکنه، مشکلات رو حل میکنه. خب یکی ننگ باشد مرا زین سخن، که تا جاودانه نگردد کهن. که چون تو سپهبد سری افسری، سرافراز شیری و گنداوری. به شادی نیایی سوی خان من، نباشی بدین ورز مهمان من. گر این کین تو از مغز بیرون کنی، بکوشی و بر دیو افسون کنی. ز گفتار تو رامش جان کنم، ز من هرچه خواهی تو فرمان کنم. مگر بند که از بند آری بود، شکستی بود، زشت کاری بود. نبیند مرا زنده با بند کس، که روشن روانم بر این است و بس. به پاسخ چنین گفت اسفندیار،
که ای در جهان از جوان یادگار. همه راست گفتی نگفتی دروغ، به کجی مگیرند مردان فروغ. کجی یعنی دروغ، کجی دروغ. کسی که دروغگو است فروغی بر او نیست. در واقع اینجا راستی رو داره عرض کنم که در واقع فردوسی بر می کشه در سخن اسفندیار. ولیکن پشوتن شناست که شاه چه فرمود چون من برفتم برا. پشوتن مثل فیلسوفون مردی بود، خردمند مردی بود، در تشکیلات ویشتاس یا گشتاس و همراه اسفندیار رایزن و مشاور اسفندیار هست. گرکنون بیایم سوی خان تو، بوم شاد و پیروز مهمان تو. چو گردن به پیچیز فرمان شاه، مرا تابش روز گردد تباه. خب میبره که من بیا مهمان تو بشم، بندم که نذاری دیگه، حلازت ما رو بیچاره میکنه، بدبخ میکنه، پادشاه ما رو در واقع اصلا رد میکنه، نف میکنه. نمیشه این دیگه. یکی اون که من با تو جنگ آورم، به فرخاش خوی پلنگ آورم. فراموش کنم حق نان و نمک، ز پاکی نژاد اندر آرم به شک. یه خیلی خوب، وقتی این کار رو نکنی به من نان نمک تو رو بخورم و بعد جنگ بکنیم، خیانت به نان و نمک هم هست، که چون ما با هم نشستیم. این نان و نمک و در نظر گرفتن حق نان و نمک و حرمت نان و نمک از قدیم در ایران پیداست، مرسوم بوده، زمانی که هزار و اندی سال پیش فردوسی به وضوع آورده. این حق رو مردم ایران نگه می‌داشتن، حق صحبت، حق صحبت. مشهور است که این حجاج ابن یوسف ثقفی که این خونخوارترین عرب بوده و میگویند با چنگال‌های خونین از مادر متولد شد، که البته این نتیجه اعمالش بوده در بین مردم ساختن این چیزها رو، میگوید که فرمان داد که یک چند نفر رو بکشن. یک کسی گفت آقا من یک حرف خیلی مهم دارم با شما، خیلی ارزش داره، شما باید بشنوید. اینه دو بار دیگه من گفتم خدمتتون. بقیه رو بیرون کرد و گفت ببینم چه میگی. شروع کرد پرت و پلا گفتن و حرفای چیز زدن و یه 10 دقیقه وقت تلف کرد. گفت تو که چیزی نداشتی بگی، چی میگی؟ گفت من آمدم اینجا با تو دوتایی محاوره کنم و تو به من نگاه کنی و من اینجا باشم، بلکه این حق صحبت رو نگه داری و من نکشی. گفت زیبا گفتی، خونخوار گفت و بخشی دورو داستان آمده. بله یکم حق نان و نمکی، کسی نان و نمکی بخوره و خیلی بگه من نمیتونم این کار انجام بدم، چون اگه مقصودش اینه که، استدلالش اینه که اگر تو بند نذاری من مجبورم با تو جنگ کنم، بنابراین خوردن نان و نمک تو و بعد جنگ کردن خیانت به این نان و نمک و به این مصاحبت هست. خب وگر سر به پیچم ز فرمان شاه، بدان گیتی آتش بود جایگاه. فرمان شاه میگه برای من قدر مقدسه که اگر من سر پیچی کنم در اون دنیا در دوزخ میفتم و جای مرگ من آتش خواهد بود. بله مذهبیه، آدم دوگم مذهبیه، آدمی که مذهبی شد مغزش از کار میفته، تمام این پرده ها فرو میفته، مگر این که رشد کنه و اون استعداد رشد رو داشته باشه که حداقل دیگه در دوران پختگی سن را در دوران نمیدونم آخر عمر به یک آزادگی نه. یعنی این تعصبات دین و مذهب که یک پرده سیاهی بر چشم از بیشترین آدم ها در واقع به این بهانه کشته شدن، کنار بزنه و آدم ها را آدم ببینه، آدم ها را آدم ببینه و دیوار نکشه بین آدم ها، دیوار نکشه بین آدم ها.
استرند یار همچین آدمیه، ایدئولوگه. ایدئولوگ هم عرض کردم مثل اسب عصاری است، خلاصه آزاده نیست، آزاده نیست. تو را آرزو گر چنین آمده است، یکم روز با می بساییم دست. بساییم دست یعنی می بنوشیم، جام رو لمس کنیم. یه اینجا میگوید همینجا که هستیم با می بساییم دست. برنامه به پایان رسید با اخطار امیر عزیز ما در اتاق فرمان. هموطنان گرامی و بزرگوار، مجبوریم که ببندیم کتاب مستطاب رو. با سپاس از امیر، سپاس از شما هموطنان گرامی، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.